سرخط خبرها. نگرانی واشنگتن از حمایت چین از بخش دفاعی روسیه. حزب الله 50 موشک را روانه شهرک‌های اسرائیلی کرد. فوری و مهم سقوط جنگله سوخو 34 روسی. هشدار چین به فیلیپین در مورد استقرار موشک‌های آمریکا. به کانال انفو تیوی خوش آمدید. نگرانی واشنگتن از حمایت چین از بخش دفاعی روسیه. وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود، نگرانی واشنگتن از حمایت پکن از بخش دفاعی روسیه را ابراز داشت. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، با همتای چینی خود خبر داد. بلینکن در این تماس تلفنی تلاش‌های واشنگتن درباره دستیابی به آتش‌بس در غزه را تشریح کرده و بر اهمیت دستیابی به توافق بدون تأخیر تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین بر اهمیت ادامه دیپلماسی مسئولان میان پکن و واشنگتن تأکید کرد. وی همچنین نگرانی شدید واشنگتن در خصوص حمایت چین از بخش دفاعی روسیه را ابراز داشت. خبر دوم. حزب الله 50 موشک را روانه شهرک‌های اسرائیلی کرد. جنبش حزب الله لبنان شهرک‌ها و مناطق تحت اشغال صهیونیست‌ها واقع در شمال فلسطین از جمله کریات شمونه، المناره و اسب الجلیل را موشکباران کرد. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. جنبش حزب الله لبنان در ادامه حمایت‌های خود از مردم غزه، شهرک‌های اسرائیلی واقع در شمال فلسطین اشغالی را هدف حملات گسترده موشکی خود قرار داد. شبکه خبری المیادین گزارش داد که نیروهای مقاومت لبنان شهرک‌های صهیونیستی، کریات شمونه، المناره و اسب الجلیل را موشکباران کردند. منابع اسرائیلی از آن کردند که حزب الله فقط منطقه اسب الجلیل را هدف 50 موشک قرار داده است. در پی حملات نیروهای مقاومت به کریات شمونه هم صدای چند انفجار محیب شنیده شده است. حزب الله ساعتی پیش نیز خبر داد که در پاسخ به حملات اسرائیل در شهرک مرکبه در جنوب لبنان با چندین فروند پهپاد انتحاری، محل استقرار نظامیان گردان زرهی این رژیم را در مقر یفتا هدف قرار داده است. نیروهای مقاومت با اشاره به اینکه در این حملات چندین نظامی اسرائیلی زخمی شدند، از حمله به تجهیزات جاسوسی صهیونیست ها در مقر المنار خبر داد. این حملات هم با چند فروند پهپاد صورت گرفته است. اسرائیل قادر به رهگیری پهپادهای حزب الله نیست. در از آن به توانایی پهپادی حزب الله، تلویزیون رژیم صهیونیستی در پی انتشار تصاویر نفوذ این پهپاد به تنها پایگاه هوایی اسرائیل در شمال فلسطین اشغالی به سراغ مسئولان نیروی هوایی ارتش رفت تا شاید توجیهی برای این رسوایی جدید ارتش اشغالگر بیابد. تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از این مسئولان ارشد گزارش داد که چالش اصلی در برخورد با پهپادهای حزب الله شناسایی آنها در آسمان در درجه اول است. بر اساس این گزارش پهپاد هدهد حزب الله دوبار بر فراز پایگاه هوایی رامات دیوید در مرج بنی عامر پرواز کرده و از جنگنده‌های هنگرات. انبارهای مهمات سوخت، مقبرهای فرماندهی و محل اسکان خلبانان و تصویربرداری کرده بدون اینکه پدافند هوایی اسرائیل مزاحمتی برای آن ایجاد کند. روزنامه تایمز اسرائیل نیز جزئیات منتشر شده در این ویدیو را بررسی کرد و از اطلاعات حساس موجود در آن ابراز نگرانی کرد و گزارش داد که انتظار می رود حزب الله در آینده ویدیویهای مشابهی در خصوص شهرهای صفت و تبریا منتشر کند. خبر سوم. فوری و مهم سقوط جنگله سوخو 34 روسی. یک فروند جنگله سوخوی 34 در منطقه ولگوگراد جنوبی روسیه سقوط کرد. به گزارش سلام نو به نقل از ایرنا، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک فروند جنگله سوخو 34 این کشور در منطقه ولگوگراد جنوبی روسیه هنگام انجام یک پرواز آموزشی برنامه ریزی شده سقوط کرد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده است یک فروند هواپیمای سوخو 34 نیروی هوایی روسیه در حین انجام یک پرواز آموزشی برنامه ریزی شده در منطقه ولگوگراد سقوط کرد. در ادامه این بیانیه آمده است خلبانان این جنگله توانستند از این جنگ خارج شوند و جان آنها در خطر نیست.
این جنگنده در یک منطقه متروک سقوط کرد. جنگنده هنگام سقوط مهمات جنگی به همراه نداشت. به گزارش خبرگزاری تاس، شهریور گذشته نیز یک جنگنده سوخوی 34 در منطقه مشابه سقوط کرد. گذشته نیز یک فروند جنگنده بمبافکن سوخوی 34 روسیه در دریای آزوف در نزدیکی شهر ایسک سقوط کرده بود. اکتبر گذشته هم در اثر برخورد جنگنده بمب افکن سوخو منفی 34 با یک ساختمان مسکونی در ایسک 14 نفر جان خود را از دست دادند. سوخوی 34 برای پرواز در ارتفاع بالا و نفوذ به فضای هوایی دشمن طراحی شده و قادر به حمل 14 تن انواع موشک و بمب است. جنگنده های مکدانل داگلاس ایف 15 ایگل، داسو رافال، شنیانگ جی 16، سوپر هورنت و سوخو 24 از رقبا و جنگنده های مشابه سوخوی 34 هستند. سوخوی 34 یک هواپیمای جنگنده بمب افکن ضربتی مافوق صوت دو موتوره دو سرنشینه روسی است. حد اکثر سرعت سوخوی 34 حدود 2.8 ماخ است و نیروی محرکه خود را از دو موتور توربوفن از نوع ساترن ایال 31 و فام 1 می گیرد. اولین پرواز سوخو 34 در سال 1990 انجام شد و در سال 2014 به خدمت نیروی هوایی روسیه درآمد. خبر چهارم. هشدار چین به فیلیپین در مورد استقرار موشک‌های آمریکا. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین به فیلیپین در مورد استفاده از موشک‌های میانبرد آمریکا هشدار داده و تأکید کرد که این گونه اقدامات تنش‌ها در منطقه را افزایش داده و یک مسابقه تسلیحاتی به راه خواهد انداخت. گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس. وزیر امور خارجه چین با هشدار به فیلیپین در استفاده از موشک‌های میانبرد آمریکا اظهار داشت که این اقدامات بر آتش تنش‌ها در منطقه می‌دمد و موجب به وجود آمدن یک مسابقه تسلیحاتی می‌شود که هیچ یک به نفع مردم فیلیپین نیست. اوایل سال جاری میلادی، ایالات متحده سیستم موشکی خود موسوم به تایفون را برای انجام بخشی از تمرینات نظامی مشترک به فیلیپین ارسال کرده بود. مقامات فیلیپینی از عدم استفاده از این سیستم در رزمایش‌ها خبر دادند، اما همچنان مشخص نیست این سیستم موشکی تا چه زمانی در فیلیپین باقی خواهد ماند. در حالی چین نسبت به افزایش تنش‌ها در منطقه به فیلیپین هشدار داده است که اخیراً گفتگوها و نشست‌های متعددی بین مقامات ارشد این دو کشور برای کاهش تنش‌ها بر سر دریای چین جنوبی شکل گرفته است. روز گذشته وزرای خارجه دو کشور در دیدار با یکدیگر بر کاهش تنش‌ها و عمل به توافقنامه قبلی بر سر جزیره توماس شول دوم تأکید کرده بودند. این جزیره از مناطق مورد مناقشه بین پکن و مانیل به شمار می‌رود. هر دو کشور چین و فیلیپین بر سر این جزیره ادعای مالکیت دارند. روز گذشته، وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای فیلیپینی خود تأکید کرده بود که پکن و مانیل مرتباً به دلیل نقض مکرر تعهدات و توافق‌ها توسط فیلیپین با یکدیگر به چالش برمی‌خورند. اخیراً دولت فیلیپین برای مقابله با تهدیدات احتمالی در منطقه شرق آسیا، همکاری‌های نظامی خود با کشورهای دیگر به ویژه آمریکا را افزایش داده است. افزایش تعداد نیروهای نظامی آمریکا در پایگاه‌های نظامی فیلیپین و همچنین برگزاری رزمایش‌های مشترک از مهمترین این همکاری‌هاست. سپاس فراوان که من را تا این دم همراهی کردید. لایک، اشتراک ویدیو و سابسکرایب را فراموش نکنید.